55 سال قبل برای طراحی یک بنای یادبود در تهران فراخوانی داده شد و حاصل بنایی شد که حالا با ارتفاع 45 متریش هنوز یکی از معروف‌ترین آثار تاریخی تهران است. با این وجود، رفتاری که در طول چند سال گذشته با این برج شده، بخش‌های مختلف آن را دچار آسیب کرده است. حسب پارکینگ 15 ساله برج که راه را برای ورود گردشگران به این بنا سخت‌تر می‌کند، جدیدترین این آسیب هاست. هرچند قوانین میراث فرهنگی به بازگرداندن فضای اطراف برج به حالت اولیه آن رأی می‌دهد، اما موقعیت قرارگیری برج در وسط میدان آزادی و نبود فضا برای پارک ماشین گردشگران می‌تواند به مرور به کاهش مخاطبان این بنا منجر شود. البته باقی ماندن پارکینگ نیروی انتظامی در چند متری پارکینگ برج هم ابهام‌هایی را در این زمینه ایجاد می‌کند. از مسائلی که در حال حاضر داره برای برج آزادی مطرح میشه بحث ایجاد پارکینگ توی یکی از ضلع‌ها که گویا خب این داره از طرف شهرداری انجام میشه. ببینید بحث پارکینگ برج خب به هر صورت نیاز حیاتیه فعالیت‌های فرهنگی هنری و گردشگری برج بوده که از 15 سال تقریبا 15 سال گذشته طبق تفاهم‌های ضمنی که بین مدیران برج آزادی و مدیران شهرداری انجام شده، ضلع شمال غربی میدان تبدیل به یک مکانی برای پارکینگ شده و همچنین برگزاری مراسم‌های 22 بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی. توجه به اینکه خود همین بحث مراسم 22 بهمن و جایگاهی که برای مهمانان ویژه و سخنران در اون قسمت میدان نصب می‌شده، خودش به صورت طبیعی خسارتی به فضای سبز وارد می‌کرده و تصمیم دوستان برای این شده که بیان یه کاری بکنن که ای سالانه دچار خسارت نشه و مشکل برج رو هم در ارتباط با پارکینگ مهمانان حل کنن، که این اتفاق افتاده. ولی متاسفانه بدون در نظر گرفتن شرایط برج و قطعاً به دلیل عدم شناختی که از وضعیت فعالیت‌های برج مخصوصاً تو بخش فرهنگی و هنری اتفاق افتاده، این تصمیم گیری ناگهانی و عجولانه انجام شد که منجر به تصرف این پارکینگ شد و عملاً بخش زیادی از کارهای ما متوقف شد. به جرات میتونم بگم که کاری که شهرداری کرد همون کاری بود که کرونا برای تعطیلی برج و سایر فعالیت‌ها انجام داد و ما الان به یه مرحله تقریبا نیمه تعطیلی رسیدیم. قطعا اگر شناختی که از سطح میدان آزادی و خیابون‌های اطراف اون داشته باشید، جای پارکی وجود نداره مگر در 1 کیلومتری اینجا. خب مردم کجا برن ماشینشون رو پارک کنن؟ شما حتی برای گرفتن یه عکس یادگاری خیلی ساده در سطح میدان، مردم دیگه نمیتونن اینجا پارک کنن، نمیتونن نزدیک میدون پارک کنن و طبیعتاً قید این قضیه رو میزنن. به هر صورت برای ما یک مشکل جدی و حیاتی بود این اتفاق، که حالا در حال رایزنی هم هستیم. امیدواریم شهرداری تهران و شخص جناب آقای حناچی تدبیر شایسته رو برای این قضیه انجام بدن. پیشنهاد ما هم این بود که خب کاش به جای کار عجولانه و غیر کارشناسی، اول مکان جدید، پارکینگ جدید، موقعیت جدید رو پیشنهاد میدادن. اگر عملیاتی بود و اتفاق می افتاد، اون وقت پارکینگ 15 ساله برج رو تصرف می کردن. به اصطلاح حالا خودمونی خود دوستان، توجه و احیای اصالت اصلی میدان آزادی رو، یعنی اون پارک، اون فضای سبزی که از قدیم پیش بینی شده توی اون فضاها که بعد تبدیل شده به سنگ فرش، رو به حالت اولیه برگردونن و اصالت فضا رو احیا کنن. در هر حال فکر نمی کنم اتفاقی که افتاده چیزی رو احیا کرده، بلکه به مرگ نزدیک کرده. حالا چیزی که احیا نشده، ولی میخوام بگم که بعضی وقتا ضرورت ایجاب میکنه فضای سبزی رو تبدیل کنید به یک فضای با استفاده بهینه تر. همون جوری که شهرداری منطقه نو الان تو همین شرایط، در همزمان با گرفتن پارکینگ ما و تبدیل به فضای سبز، خیابان بزرگراه آیت‌الله سعیدی رو
فضای سبزش رو کلن از بین برد برای اینکه تبدیلش کنه به معبر و اضافه کنه به سطح خیابانی که حالا ترافیک داره. نشون میده که الزاماً شما داشتن فضای سبز ملاک اصلی نیست. الزامات نشون میده که شما الان نیاز دارید به فضای سبز یا نیاز دارید به پارکینگ یا نیاز دارید به خیابون. در هر حال با بی‌آبی هم که کشور رو فرا گرفته، قرار بر اینه که کارهای انجام بدیم که کمتر نیاز به آب داشته باشیم. جانمایی دالانی زیرزمینی در زمان ساخت برج از وسط میدان و در ضلع شرقی بنا که به دو بخش شمال و جنوب شرقی میدان منتهی میشه، یکی از نقاطیه که میتونه برای تردد گردشگران در نظر گرفته بشه و نه تنها پارک وسایل نقلیه اونها در این ضلع از میدان فراهم بشه، بلکه امنیتشون هم تامین بشه. در این شرایط متولیان برج معتقدند پیگیری ها برای حذف پارکینگ برج، اون هم در شرایطی که نزدیکترین پارکینگ به این بنا 1 کیلومتر دورتر در محدوده خیابان استاد معین قرار داره، وضعیت رو سخت تر میکنه. تو مرحله که بعد دچار، یعنی از لحاظ رسانه‌ای و فضای مجازی شهرداری دچار مخاطره شد در ارتباط با این موضوع، حالا اومدن و فکرهایی کردن که بحث جایگزینی این پارکینگ رو مطرح کنن، که اولین چیزی که مطرح شد پارکینگ سمت خیابان استاد معین بود که 1 کیلومتر با اینجا فاصله داشت، که خب طبیعتاً کار منطقی و کارشناسی نبود. و تو مراحل بعدی به دنبال این که در اطراف این میدان زمین اگر وجود داره از مناطق مختلف، شهرداری مختلف موضوع رسیدگی بشه، که آخرین جلسه ای که حالا کارشناسان شهرداری اومدن اینجا و بررسی کردن، ضلع شمال شرقی میدان بعد از رینگ دوم رو، مکانیه که احتمالاً مرتبط با مترو هست و پیمانکاران مترو رو اونجا رو تو نظرشون داشتن که از اون به عنوان پارکینگ استفاده کنن. هنوز به صورت رسمی اتفاقی نیفتاده، ولی خب جلساتی در دفتر آقای دکتر حقشناس داشتیم به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، که دارن موضوع رو بررسی میکنن که به عنوان جایگزین موضوعاتی رو مطرح کنن. میراث فرهنگی حداقل در حوزه گردشگری کوتاهی کرده و واقعا میومد اولویت بحث پارکینگ رو بررسی میکرد. ما انتظاری که داشتیم این بود که خیلی جدیتر وزارت میراث فرهنگی وارد این فضا میشد و اجازه نمیداد اینجوری حیات یکی از مهمترین مجموعه گردشگری ایران تحت شعاع قرار بگیره. شلیک 8 توپ مشقی پای برج آزادی در لحظه تحویل سال به نام احیای یک آیین قدیمی، برج آزادی را از ابتدای سال 1400 بار دیگه سر زبون ها انداخت. چند روز بعد حرف از آسیب رسیدن به بخش‌های بالایی برج مطرح شد. ترک‌هایی که روی بخش بالایی برج تازه شدند و نبود چرک و کثیفی لای ترک‌ها اونها رو نونوار نشون میداد. اما مسئولای میراث فرهنگی هنوز حاضر نیستند در این باره اظهار نظر رسمی بکنند. اتفاق خیلی خوبی نبود برای برج آزادی. اظهار نظر در خصوص خسارات وارده رو سپردیم به میراث فرهنگی. کارشناسان میراث فرهنگی اومدن و این موضوع رو بررسی کردن. طبق نامه رسمی که از طریق وزارت میراث فرهنگی برای آقای دکتر حناچی ارسال شد، اعلام شد که به این برج خسارت وارد شده، ترک‌های جدیدی ایجاد شده و ترک‌های قدیمی، برخی از این ترک‌ها بازتر شدن. این کلیت قضیه است. برای بحث این که خیلی کارشناسی تر باید راجع به این قضیه صحبت بشه، قطعا نیاز است که کارشناسان میراث فرهنگی خیلی جدی تر و کارشناسی تر وارد بشن و موضوع رو بررسی کنن. در هر حال این اتفاق افتاده، خسارت وارد شده، ولی این که میزان خسارت رو ما بخوایم اعلام بکنیم، اون از عهده ما خارجه و طبیعتاً منتظر میمونیم تا نظرات نهایی میراث فرهنگی اعلام بشه. کلیات قضیه رو بررسی کردن و اعلام کردن ترک‌های جدیدی ایجاد شده و ترک‌های قبلی بازتر شده.